دوستان عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه، سالم سلامت و سر حال باشید. امروز 20 سوال چهار گزینه‌ای با هم خواهیم داشت. برای هر کدوم از این سوالات حدود 5 ثانیه زمان داده میشه تا بتونید به سوالات جواب بدید. اگر احساس کردید که به زمان بیشتری نیاز دارید میتونید فیلم رو متوقف کنید و بعدا که جواب رو حد زدید فیلم رو دوباره شروع کنید. بعد اینکه جواب رو نشون دادیم در مورد هر سوال نکاتی رو خواهیم گفت. یادتون باشه که تعداد سوالاتی که درست جواب میدید رو حواستون باشه که توی انتها برای ما بنویسید که از این 20 سوال تونستید چند تا رو به درستی جواب بدید. بریم شروع کنیم سوالاتمون رو. He goes to school every day. He goes to school every day. Going to school. یا gone to school. He goes to school every day. میدونیم که زمان حال ساده است و توی زمان حال ساده سوم شخص مفرد به آخر فعل es یا es اضافه میشه، چون ما داریم میگیم I go, you go، ولی میگیم he goes, she goes، it goes، we go، they go. برای این سه تا ضمیر از goes استفاده می کنیم. Your brother look a teacher. Your brother on a teacher. Your brother is a teacher. Your brother were a teacher. Your brother is a teacher. دو تا اول که چی؟ Look a teacher و on a teacher تقریبا معنی نمیدن. اما گزینه دی چرا درست نیست؟ اگه زمان گذشته بود برای برادر، چون یه دونه فرد هست، باید میگفتیم was a teacher، یک معلم بود. The book is on the table, at the table, inside the table. In the table. The book is on the table. برای یه چیزی که روی میزه از حرف اضافه on استفاده می کنیم. The book is on the table. He here yesterday. He come here yesterday. Comes here yesterday. He came here. He coming here. He came here yesterday. با توجه به اینکه ما آخر جملمون yesterday داریم، پس مشخصه که مربوط به زمان گذشته است و زمان گذشته فعل come فعل came هست که برای همه ضمیرها همین هست، یعنی I came، you came، he came، برای همشون به این شکله. و الا اگه زمان حال بود باید میگفتیم he comes here. You are intelligent girl. You are a intelligent girl. You are not intelligent girl. You are an intelligent girl. یا an intelligent girl. You are an intelligent girl. میدونید که برای اسمهای مفرد قابل شمارش ما همیشه باید یا a یا an یا the بیاریم. اینجا اسممون girl هست، ما نمیتونیم بگیم you are girl، یا باید بگیم you are a girl. خب اما اینجا چون قبل girl intelligent داریم و حرف صدادار هست، با حرف صدادار شروع میشه، باید بگیم an intelligent girl. ولی اگه girl به تنهایی بود میگفتیم you are a girl. I will see you in 4 o'clock, on 4 o'clock, for 4 o'clock, at 4 o'clock.
I will see you at 4 o'clock. قبل از زمان مشخص، قبل از زمان ساعت مشخص از at استفاده میکنیم. At 4 o'clock, at 3 o'clock, at 7:30. قبل از ساعت از حرف اضافه at استفاده میشه. Everyone must be bed at 9 p.m. Must be in bed at 9 p.m. At bed, on bed, یا inside. In bed. Everyone must be in bed at 9 p.m. وقتی میخوایم بگیم رفتم داخل تخت خواب برای خوابیدن، میگیم in bed. میگه هر فرد، همه باید ساعت 9 توی رخت خواب باشن. In bed. What is his job? What is she job? What is he job? What is her job? خب این رو باید با توجه به قسمت دوم سوال جواب بدید. She is a bank manager. ببینید جواب رو میتونید درست بگید. What is her job؟ چون قسمت دوم گفته she is، پس مربوط به یه خانوم هست و در نتیجه باید از her job استفاده کنیم. اگه میگفت he is، میگفتیم what is his job. Can you see those boys and their father, them father, their father, him father. Their father. چون اینجا those boys مشخصه که بیشتر از یه دونه پسره، میگه آیا میتونی اون پسرها و پدرشون رو ببینی؟ خب پدرشون، چون اونجا those boys میشن آنها، پس ضمیر ملکیشون میشه، صفت ملکیشون میشه their father. Their father. سوال ده، making calls while driving is safe, dangerous, good, fine. Dangerous. Making calls while driving is dangerous. میگه تلفن زدن هنگام رانندگی خطرناکه. یه سوال مربوط به لغت هست. Safe یعنی امن. Dangerous خطرناک. Good یعنی خوب. Fine هم همون خوب معنی میده. He always makes me laugh. Makes me laughing. Makes me to laugh. Makes me laugh. He always makes me laugh. یعنی او همیشه من رو به خنده وامی داره. بعد از فعل make به معنای وادار کردن، باعث شدن، فعلی که میاد همیشه فعل ساده است. میگی makes me love. فعل بعدی هیچ تغییری نباید توش ایجاد بشه. نه تو میخواد، نه ing و نه فعل گذشته لازم داره. I spoke to she last night. Spoke to they last night. Spoke to her. Spoke to he last night. I spoke to her last night. بعد از حروف اضافه معمولا از ضمایر مفعولی استفاده می کنیم. گزینه A و B و D ضمایر فاعلی هستن، جای فاعل میان. اما her ضمیر مفعولیه، پس باید بگیم I spoke to her یا I spoke to him. I spoke to you. I spoke to them. Them.
Where you come from? Where do you come from? Where are you come from? Where were you come from? Where was you come from? Where do you come from? دقت کنید که چون اینجا فعل کام رو هم داریم نمیتونیم از آر استفاده کنیم. فعل های کمکی ام و ایز و آر یا معمولا همراه با فعل ing دار میان، یعنی where are you coming from اگه اینجوری بود باید آر میوردیم، یا بدون فعل دیگه where are you from. پس وقتی کام داریم زمان حال ساده است، فعل دیگه ای داریم زمان حال ساده است، و توی زمان حال ساده برای سوالی کردن از do و does استفاده می کنیم. Where do you come from؟ اگه کام نداشته باشیم میگیم Where are you from؟ What time did you got up؟ What time did you get up؟ What time did you get up یا gotten up؟ What time did you get up؟ دقت کنید اینجا زمان گذشته است، ولی توی گذشته وقتی سوالی میپرسیم و دید میاد دیگه فعل رو باید به زمان حال برگردونیم. اینجا اگه سوالی نبود باید میگفتیم مثلا I got up. I got up. اما چون سوالیه و دید میاد فعل به حالت اصلی یعنی get برمیگرده. What time did you get up? Where your sister live? Where does your sister live? Where do your sister live? Where was your sister live? یا where were your sister live? Where does your sister live؟ زمان دوباره زمان حال ساده است و برای سوالی کردن گفتیم از do و does استفاده میشه. اینجا چون your sister سوم شخص مفرده نقش she رو داره باید بگیم where does she live. اگه you بود میگفتیم where do you live. سوال 16 she's at work all day today. She's on work all day today. She's in work. یا she's at work. She's at work all day today. میگه او امروز کل روز رو سر کاره. برای سر کار میگیم at work. At work. It's the first road in the right, on the right, at the right, to the right. On the right. برای جهت های چپ و راست میگیم on the right یا on the left. I came to home early today. I came in home early today. I came home early today. یا I came to the home early today. I came home early today. برای کلمه home به معنای خونه قبلش از هیچ حرف اضافه استفاده نمی کنیم. میگیم came home, go home یا get home. I came home, I go home, I get home. خب از اینها استفاده می کنیم بدون هیچ حرف اضافه برای کلمه home. سوال 19 Are you enjoyed the party? Are you enjoyed the party? Enjoying the party? یا Are you enjoys the party?
Are you enjoying the party? زمان زمانه، حال استمراریه، میگه آیا توی مهمونی بهت خوش میگذره، از مهمونی لذت میبری؟ چون آر اومده، قبلا هم داشتیم توی یکی از سوالات گفتیم فعلمون معمولا اگه فعل دیگه داشته باشیم ing، Are you enjoying the party؟ اگر آر نبود دو بود میگفتیم Do you enjoy the party؟ Anna likes ice cream but Jill haven't, hasn't, isn't, doesn't. Doesn't. اینجا چون میگه Anna likes ice cream مشخص زمان حال ساده است و توی زمان حال ساده اگه بخوایم منفی کنیم یا بگیم don't یا بگیم doesn't. اینجا میگه آنا آیس کریم دوست داره، بستنی دوست داره، اما جیل نداره. خب دوست نداره، باید بگیم but Jill doesn't like، چون جیل یه نفره، سوم شخص مفرده، باید بگیم doesn't like. I don't like، you don't like، he doesn't like. خب دوستان عزیز، این 20 سوال تموم شد. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. حتما تعداد سوالات درستی که جواب دادید رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید و ممنون میشم فیلم رو لایک کنید تا ما هم انگیزه و انرژی بیشتری برای تهیه فیلم های آینده داشته باشیم. تا فیلم بعدی، خدا نگهدارتون.